سازمان مددرسان حدود 2200 مهاجر در راه رسیدن به اسپانیا جان باختند. دست کم 2200 مهاجر در جریان تلاش برای رسیدن به اسپانیا در مسیر آبی جان باختند. این آمار در مقایسه به سال گذشته به گونه چشمگیر افزایش یافته است. یافته های سازمان مددرسان کامنندو فرانتریس می رساند که در 12 ماه گذشته حداقل 2200 مهاجر در راه رسیدن به اسپانیا در آب جان دادند. این قربانیان می خواستند که خود را به جزایر قناری برسانند. در عین زمان گفته می شود که در سال 2020 در مقایسه به سال گذشته مهاجران بیشتر به این جزایر رسیدند. افزایش ماموریت های گشت‌زنی در سواحل جنوب اسپانیا در دریای مدیترانه مهاجران را واداشت تا به دنبال مسیرهای جایگزین برای رسیدن به اروپا باشند. این مهاجران از کشورهای آفریقایی بودند. سازمان مددرسان میگوید که در سال گذشته رقم قربانیان به 893 نفر میرسد. 85% قربانیان در سال جاری سرنشینان 45 قایق بودند که در مسیر جزایر قناری کشته شده بودند. کوتاه‌ترین مسیر از سواحل مراکش به جزایر قناری بیشتر از 100 کیلومتر میباشد. با اشاره به امواج شدید در آب در اقیانوس اطلس این مسیر خیلی خطرناک می باشد. بر بنیاد معلومات وزارت داخله اسپانیا از اول جنوری سال 2020 تا آخر ماه نوامبر امسال بیش از 19500 نفر به جزایر قناری رسیدند. این تعداد در سال 2019 به کمتر از 2000 نفر می رسید. افزایش در رقم پناهجویان سبب شده است که مراکز پذیرش مهاجران مزدحم شوند. در ماه‌های گذشته هزاران مهاجر مجبور شدند که در اردوگاه‌های خیمه‌ای زندگی کنند که آنان سرانجام به اردوگاه نظامی و هتل‌ها در جزیره انتقال داده شدند.